سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. هموطنان گرامی سلام عرض می کنم. نام من نور احمد خالدی است. در این برنامه خدمت شما در مورد به سلسله معرفی اقوام مختلف افغانستان، اقشار مختلف مردم افغانستان، ما بخشی از تاریخ پشتونای افغانستان معرفی میکنیم و در برنامه امروز سلسله لودی ها را معرفی میکنیم. لودی ها یکی از سلسله سلاطین دهلی بودن که بین سالهای 1451 میلادی تا 1526 میلادی در هندوستان به قدرت رسیدن و سلطنت دوران معروف را در تاریخ سرزمین هند از خود به یادگار گذاشتند. و لودی ها البته می دانیم که در تاریخ هندوستان سلطنت های دیلی از بعد از غوری ها شروع می شه که از دوره مملوک یا سلیف دنستی شروع میشه که دو قطب الدین ایبک شخص معروف شد. متعاقبا خلجی ها یا غلجی ها با قدرت میرسن و بعد از و تغلق با قدرت میرسه و متعاقب تغلق گروه دیگه به نام سید با قدرت میرسه یا سادات که خود منصوب به خانواده حضرت محمد می دانستند. و بعد از سادات لودی ها به قدرت می رسند. یعنی لودی ها سلسله پنجم سلاطین دهلی را تشکیل می دن و بنیادگذار این سلسله شخصی است به نام بهلول خان لودی که این سلسله را به بنیاد گذاشت. بهلول لودی از سال 1451 تا 1489 و قدرت بود و این برادرزاده همچنان داماد ملک سلطان شاه لودی بود که او ای آدم ملک سلطان شاه لودی والی پنجاب در زمانی بود که سلسله سید یا سادات در هندوستان حکومت میکردن. و اما نظر به ضعف اداری و ضعف حکومتداری در زمان سادات، قدرت دولت در هندوستان، قدرت سلطنت دیلی رو به زوال بود، رو به ضعف بود. به این خاطر آخرین شاه دوران سید که به نام علاءالدین عالمشاه نام داشت، ای نتانست ادامه بده سلطنت و این سلطنت واگذار کرد به بهلول خان لودی که بعد از کاکای خود خودش والی پنجاب شده بود و شخص معروف بود، معروف بود از لحاظ اداری و اداره کردن دولت و نظام. و ما مرمی لودی ها در معمولا گفتیم که در پنجاب بودند، در قسمت که در اون زمان بانم سرهند یاد می شد، شهرهای مثل لودیانه، چند دیگر، پتیاله در اینجا واقع شده. قدرت از یا در اینجا بود، قدرت خانوادی لودی در اینجا بود وقتی که
ای به قدرت میرسد یا به سلطنت دهلی را احراز میکنه بعد از آخرین شاه سلسله سادات. بهلول لودی اول بنیانگذار است و بعد از بهلول لودی سکندر لودی را داریم و همچنان پسر سکندر لودی ابراهیم لودی را. یعنی بعد از بهلول لودی پسرش سکندر لودی به قدرت می‌رسد و بعد از سکندر لودی ابراهیم لودی که آخرین زمامدار سلسله لودی ها در هندوستان است ای به قدرت می‌رسد. خب در زمان لودی ها فتوحات زیاد صورت میگیره، جنگ ها زیاد صورت میگیره. لودی ها شمال هند، تقریبا تمام شمال هند زیر قیمومت خود یا زیر به قلمرو خود اضافه میکنن، از پاکستان امروزی، از صوبه سرحد، به اصطلاح از پختون خیبر پختونخوای فعلی تا بنگال تا بیهار یا در قدرت هستن و در قلمروشون اضافه میشه. همچنان در جنوب میان تا نزدیکای تا گجرات و تا نزدیکای مهاراشترا یا بمبئی یا در اختیار خود در قلمرو خود اضافه میکنن. و بهلول لودی در زمان حاکمیت خود سکه لودی را سکه به نام بهلول سکه زد که در نقره‌ای بود و معاملات به اساس این سکه صورت می گرفت. و بهلول لودی گفتیم که مربوط به همین خانواده دیم از یکی از شاخه های تبار پشتون هستن، از پشتون هایی که در هند مستقر شده بودن و ایا در زمان خلجی ها صاحب نفوذ شده بودن در هندوستان و ای امی سلطنت دهلی را احیا کرد، از ارواش شکستگی نجات داد. و بعد از او اما یکی از خوبی های بهلول خان لودی میگن که ایست که هرگز به تجملات و یا علاقه نداشت، آدم تجمل پرست نبود، آدم بود که بسیار فروتن بود و با مردم، با مدعی، کسایی که دربار می آمدن، با درباری ها با روی فرش می نشست و صحبت می کرد، با روی قالین می نشست، با روی گلم می نشست. به این خاطر آدم بسیار تجمل پرست نبود. و یکی از شاههای حکومت های دهلی بود که زمان حکومت عظیب سال طولانی بود، یعنی از 1451 تا 1502. خب خود عظیب در سالهایی که ای در قدرت بود، بین سالهای بهلول دهلی بین سالهای 1451 تا 1489 میلادی یا کریستین ارا ای در قدرت بود. و بعد از وفات بهلول خان لودی، پسرش سلطان سکندر لودی به قدرت میرسه، یعنی سکندر لودی به یه پاچایی میرسه که بین سالهای 1489 تا 1517 حکومت میرسه. سکندر لودی یکی از رهبرا یا سلاطین بسیار معروف دهلی است. در زمان حاکمیت از او، قدرت از او، مقام و منزلت سلطنت دهلی به اوج خود میرسه. در تاریخ هند بسیار با نام نیک یاد از او میشه. اثرات از او باقی مانده در اداره هند و کسایی که بعد از او با قدرت رسیدن مانند سوری ها، مغول ها و حتی انگلیس ها از نوآوری ها، از او، از ابتکارات از او در اداره استفاده کردن. سکندر لودی آدم شاعرمنش بود و زبان فارسی شعر می گفت و اشعار و یک کتاب یا دیوان داره به نام گلرخی.
و زبان فارسی را در اداره خود مروج ساخت و حاکمیت لودیار تا بیهار و تا بنگال انکشاف داد، توسعه داد. و یکی از کارهای مهم دیگر که سکندر لودی انجام داده عبارت از اعمار شهر آگره است. و این شهر آگره را در جنوب دهلی اعمار کرد و پایتخت خود به او انتقال داد، یعنی از آگره حکومت میکرد بعدا. و وقت بعد که وفات کرد در امی آگره وفات میکنم، اما او را مقبرش دفن میشه در دهلی و در لودی گاردنز که در این سلایت شما ملاحظه میکنین این آرامگاهش است در لودی گاردنز، که لودی گاردنز یکی از جاهای بسیار مهم تاریخی و تفریحی در دهلی است و آرامگاهش در اونجا قرار داره. ما گفتیم که سکندر لودی از خود آثار اداری و حکومتداری بسیار خوب با جا گذاشته که تا امروز مردم دستان او را به دیده قدر میبینند. از جمله یکی است که قدرت اشراف و خوانین کم کرده بود، زیر اداره دولت یار آورده بود. قبل از او هر کس ادعای ملک و توافی در جای میکرد، اما زیر اداره سکندر لودی یا به دولت مرکزی، به دولت لودی و یا سلطنت دهلی جوابگو بودن، پاسخگو بودن. و ای کار قسمی انجام داد که یک اداری سیستم بسیار خوب امنیت دولتی را ایجاد کرده بود در اداره دولت خود و ای در الگوش یا نمونه تاریخیش حکومت علاءالدین خلجی بود که او در این زمینه کارهای خوب انجام داده بود و سلطان سکندر لودی از او در حقیقت تقلید کرد و او را بیشتر انکشاف داد. یعنی در بین در جامعه اعضای امنیت دولتی یا جواسیس ازی همیشه موجود بود که هم بازار اداره میکرد، هم از اختشاشات و ایراپور میدادن، جلوگیری میکرد از حوادث که قرار بود اتفاق بیفته، قبل از قبل آگاهی پیدا میکرد. یک موضوع دیگه را که مردم هندوستان از زمان از تاریخی بیاد دارند که سکندر لودی به زراعت بسیار توجه کرد، به زارین بسیار توجه کرد، شیوه های جدید زراعتی را به مردم معرفی کرد، به زارین معرفی کرد، سیستم های آبیاری را معرفی کرد. به این خاطر مردم از او بسیار راضی بودند و همچنان یک سیستم مالیاتی خوب را معرفی کرده بود. از یک طرف مالیات یا تکس دولتی که از مردم اخذ می شد، در پالویش این کوشش میکرد که بازار قیمتها هم زیر کنترل باشه تا مردم از لحاظ افزایش سرسام‌آور قیمتها صدمه نبینند. به این خاطر این سیاست های ضد انفلاسیون ای در اون زمان تطبیق میکرد و همچنان در داخل بازار جواسیس ازی موجود بود، ای از قیمتهای مواد ارتزاقی، از قیمتهای یعنی قیمت مواد مختلف را که در بازار فروخته میشد، کتگوری های مختلف ای را مطرح ایجاد کرده بود، تعیین کرده بود که حدود بالای قیمتها را در او مشخص ساخته بود که از او نمیتونستن دکاندارا یا تاجرها زیادتر عدول کنن. به این خاطر مردم راضی بودن که وقتی که تکس میتن آید میتن در حکومت در پالوش یا همچنان مسئولیت دارن از اینکه قیمت ها بسیار بالا نمیره، سطح آید چند پایین نمیشه. خب یکی از در بمی حساب، چون ما عرض کردم که سیستم تکس بالای زارین بالای زمین بالا وجود داشت، یک سیستم ارزی را یا سیستم زمین های زراعتی را ایجاد کرد در هندوستان و که این متکی به یک
سیستم سنجشی یا برآورد بود که به نام گاز سکندری یاد میکنه، یعنی یک گاز خمو میفهمیم متر و گاز که میگم که چند گاز که تکه خریدی ها چند یومو گاز است که از زمان سکندر لودی تا حالا این رواج داره و این به اساس از این قطعات زمین های زراعتی حساب می شد، گاز می شد و هر کس به اساس بعد از دقیق بعد از این که تعیین می شد که یک زمیندار چقدر زمین داره و مطابق و امی سنجش های گاز سکندری از او مالیه گرفته می شد که در اینجا بی عدالتی صورت می گیره، یعنی از لحاظ جمهوری تکس مردم در عدالت قرار داشته باشن و بی‌عدالتی صورت نگیره. به این خاطر این گاز سکندری بسیار معروف است در هندوستان، این سیستم را که ایجاد کرد. و از طرف دیگه سیستم محاسبه را در اداره دولت داخل کرد، سیستم تفتیش محاسبات داخل کرد، تکسی که برای که فساد صورت نگیره، فاسدین موجود نباشند، سوء استفاده نشه از عواید جمهوری شده از مردم، این تفتیش های محاسباتی را موظف ساخت، یعنی سیستم آدیتینگ ایجاد کرد در سیستم اداری دولتی، خودش نوآوری بود در زمان و این سیستم طوری اینقدر خوب و طرف تایید بود که بعد از دوران حکومت لودی ها ای از طرف سوری ها و بعد از طرف مغول ها و بعد از اون از طرف دولت های هند ای انگلیس ها وقتی که آمدن از امی استفاده کردن، یعنی سیستم مالیاتی سیستم اداری را که سکندر لودی ایجاد کرده بود حتی انگلیس ها وقتی که در قدرت در هند گرفتن او را ادامه دادن و ای بخصوص که سیستم محاسباتی رو به زبان فارسی معرفی کرده بود بین مردم هند بین اداری دولت، چون زبان فارسی در زمان زبان اداری دولت ها بود از بخارا گرفته تا خراسان و آسیای میانه و سرزمین هایی که ما امروز افغانستان می نامیم و هندوستان، چون در هندوستان هم در اون زمان بابر قدرت در کابل داشت و در هرات هم کسای دیگه از بخارا حکومت میکردن، گورنرهایی که از طریق بخارا چی شده بود تعیین شده بودند و این امی زبان اداری زبان نظامی زبان فارسی بود در اون زمان. خب از جمله ابتکارات دیگری که سکندر لودی انجام داد، سیستم قضایی در هند در اداره دولت هند معرفی کرد، بهبود بخشید، انکشاف بخشید تا عدالت اجتماعی را برقرار کنه در هندستان. سیستم قضایی یکی از اصلاحات است که در اداره دولت هند با وجود آورد. خب خلاصه اگر بگوییم که بهلول لودی پسرش سکندر شاه نام داشت که سکندر لودی به نام سلطان سکندر لودی بسیار معروف است و از جمله سه سلطان عصر لودی ها معروف ترینش و مشهور ترینش امی سکندر لودی است. نام اصلیش نظام خان بود و پایتخت گفتیم که به آگره انتقال داد، شهر آگره را هم خودش ساخت و یک مسلمان بسیار متدین بود. بعضی هندوهای مذهبی در هندوستان از این ناراض از این لحاظ بودن که یک تعداد مندرها را ای تخریب کرد و مجسمه ها و بت ها را شکستان در هندستان و اما از لحاظ اداری یک اداری بسیار مؤثر ایجاد کرده بود، بسیار اداری فعال و ایجاد کرده بود که مردم از دولت حساب می بردن در عین زمانی که عدالت اجتماعی رو برقرار کرده بود و مردم از کارهای دولت راضی بودن و
گفتیم که مزرعه توجه کرد و یک سیستم حساب یا اندازه‌گیری زمین‌ها را به نام گز سکندری معرفی کرد. شاعر بود، گفتیم کتاب را به نام گلرخی در زبان فارسی شیرازی نشر شده. در زمان سکندر لودی اولین بار اروپایی‌ها به هندستان راه یافتند. اولین اروپایی‌ای که به هندستان راه یافتند پرتغالی‌ها بود. پرتغالی ها به هندستان آمدن، در از او جمله یک شخص مهمی که آمد واسکو دو گاما بود که جهانگرد معروف پرتغالی است. و یا در می 1498 به هندستان رسیدن، بعد از 2 سالی که از پرتغال حرکت کرده و لیزبون حرکت کرده بودن، در سرخ کشتی به جنوب هند به کرالا رسیدن که شهر کوچین مرکز زوا بود و از اونجا باز یا با آمدن به طرف شمال به طرف بمبئی گفته منطقه گوار اشغال کردن و منطقه گوار از گورنر وقت که به نام چیز بود به نام یوسف عادل شاه یاد می شد، از این به زور گرفتن و شکست دادن، البته با کمک بعضی اشخاص محلی که با عادل شاه مخالف بودن. و این بعد از اینکه یا گوار را اشغال کردن، برای 400 سال پرتغالی ها برای بیش از 400 سال بالای گوا بایسه مستعمرشان در هندستان حکومت کردن، تا زمانی که بعد از استقلال هند در زمان جواهرلال نهرو فکر میکنم در 1961 ایرا قوای هندی داخل میشه و به زور منطقه را آزاد میکنه از قدرت از استعمار پرتغالی ها. بعد از وفات سلطان سکندر لودی، ابراهیم لودی پسرش به قدرت میرسه که ابراهیم لودی از سال 1507 میلادی تا 1526 در هندستان حکومت میکنه و ای وقتی به قدرت میرسه با مشکلاتی روبرو میشه. مشکلاتی به این معنا که ابراهیم لودی کوشش میکنه یک تعداد زیاد جوان ها را به قدرت برسانه، اداره دولتی را بتا به دست یک تعداد جوان هایی که او بالاشان اعتماد داشت، ای خوانین و اشراف پشتون که در ولایات مختلف والی بودن یا را برطرف میکنه و عوض از جوان ها را مقرر میکنه. اما این عمل از او سبب از این میشه که تعداد زیادی از اشراف و خوانین پشتون که در اطراف مختلف هندستان موجود بودن از منزجر شوند با سلطان ابراهیم لودی در اثر نزاع بیاین و بزرد دو اقدام کنند. از جمله یکی از آدم ها دولت خان لودی بود که گورنر یا حاکم پنجاب بود و میفهمیم که پنجاب در زمان یکی از معروفترین ولایات هندستان بود، بخصوص که پنجاب و خیبر پختونخوا که مناطق فعلا پاکستان فعلی خود چیز زادگاه و اقوام پشتون از دم مناطق زندگی میکردن، از این خاطر برای ابراهیم لودی بسیار گران تمام شد. و از جمله کسایی که با بر علاوه دولت شاه با او مخالفت کردند شخص به نام رانا سنگا بود که ای البته هندو بود. ای از جنوب هند حمله کرد تا نزدیکای دلی را ای اشغال کرد و خود دولت شاه از برازی که قدرت لودی را قدرت ابراهیم لودی را ساقط کنه از بابر
که در کابل به قدرت رسیده بود و دولت ایجاد کرده بود، از او دعوت کرد که به هندوستان حمله کنه. گفت من برایت هم کاری میکنم تا نظام به اصطلاح ابراهیم لودی را ساقط کنیم، و او وعده کرد که اگر تو حمله کنی با سلطنت دیلی ما با تو میتون، و خودش دوباره میره در پنجاب گورنر میشه، به اصطلاح حاکمی انجام میشه. به این حساب بود که بابر حمله میکنه بالای سلطنت دیلی، و جنگ معروف، اولین جنگ معروف پانیپت در این زمان صورت میگیره، واقع میشه که در سال 1526 است. در این جنگ بر اولین دفعه از باروت استفاده میشه، از توپخانه استفاده میشه، و این به این خاطر هم معروف است. و بابر در این جنگ به کمک دولت‌ها و دیگه بعضی قوانین پشتونی که در منطقه بود، ابراهیم لودی را شکست می‌ده، و در امی سال در 1526 در جنگ پانیپت ابراهیم لودی کشته میشه. و بعد از کشته شدن ابراهیم لودی، بابر حکومت مغولی هند ایجاد میکنه، یا حکومت بابری را در هند ایجاد میکنه، که ما میفهمیم در تاریخ بسیار تا زمان آمدن انگلیس ها ای با قدرت بود، و یکی از صفحات بسیار درخشان تاریخ هندوستان امی حکومت به اصطلاح مغلا در هند است، که بابر خود منصوب به مغلا میدانست، اگرچه خودش شاید ازبک بوده باشه، اما از لحاظ پدر خود به مغولان منصوب میدانست. به این خاطر رو هم او دولت مغول میگن. خب اگر خلاصه کنیم، قدرت ابراهیم لودی وقتی میگیره، این کوش میکنه جوان ها در ادارت شامل شوند، به این خاطر خوانین و اشراف پشتون با این مخالفت میکنن، و دولت خان از که والی یا گورنر چیز بود پنجاب بود، از بابر که در کابل در حکومت کابل ایجاد کرده بود دعوت میکنه که بیای ایره ابراهیم لودی را ساقط بسازه. و در جنگ ها اکسیرت گرفت، مخصوصا جنگ اول پانیپت، ابراهیم لودی در سال 1526 کشته میشه و بابر قدرت میگیره. و این ختم آنچه ما به نام سلطنت های دهلی میگیم در اینجا ختم میشه. اگرچه بعد از اینکه بابر قدرت میگیره و بعد از وفات بابر، پسرش همایون از دست شیرشاه سوری شکست میخوره و فرار میکنه، به کابل میره. شیرشاه سوری سلسله سوری ها را در سلطنت دهلی ایجاد میکنه که به نام سلسله سوری یک سلسله دیگه سلاطین پشتون است که در شمال هندوستان قدرت به اختیار خود میگیرند. و همچنان سوری ها بسیار آثار از خود با جا گذاشتن، سیستم اداری از او تا امروز در هندوستان مورد استفاده قرار داره. اما به حساب سلطنت های دهلی، با ختم دولت ابراهیم لودی، سلطنت های دهلی را میگن که ختم میشه. خب با کشته شدن ابراهیم لودی، حاکمیت سلاطین لودی بالای شمال هند از بین میره و سلسله حکومت از یا ختم میشه. امیدوار هستم که معلوماتی که ارائه شد طرف استفاده شنوندگان و بیننده‌های عزیز قرار بگیره. اگر سوالات موجود باشه لطفا نوشته کنین در فیسبوک یا در یوتیوب در زیر این کلیپ، تا ما قادر شم اگر تانستم به سوالات شما جوابتم، به یقین که ما دوباره خدمت شما حاضر میشیم و به این سوالا جواب میتیم یا براتون جواب رو نوشته میکنم. ما از توجه همه به این سخنرانی، به این پریزنتیشن تشکر میکنم.
روز و شب خوش برای همه تمنا میکنم. تشکر. لطفاً به چینل ما مشترک شوید.